لیلا جون، چقدر اونی که میخوای هستی؟ سوالای سختی میکنین. ولی من فکر میکنم طرفداران و مخاطبای من انقدر به من محبت داشتن در این سالهای درازی که کار هنری میکردم، من فکر میکنم اون جایگاهی رو که دلم میخواسته به دست آوردم و خیلی هم خوشحالم ازش. اصولا آدم زیاد طلبی نیستم، همیشه راضی هم از اون چیزی که دارم، ولی در کار هنری فرق میکنه. من سعی خودم رو میکنم که هر روز کار بهتر و با شکوه تری بتونم ارائه بدم. همین کار رو مثلا با آلبوم From My Heart کردم که شعرهای بزرگانه ادب و موسیقی و فرهنگ خودمون و موسیقی کلاسیک ایرانی رو اجرا کردم و اصولا دنبال این هستم که هر روز بتونم کار بهتری انجام بدم و طرفدارای خودم رو بیشتر راضی کنم در کارم. خیلی دوست دارن که توی جایگاه شما باشن. میخوام بدونم لیلا فروهر افسانه‌ای خودش دوست داره جای چه شخصی باشه؟ خب خیلی ها هستن که آیدل منن و خیلی دوست دارم نوع زندگی و کارشون، اصلا نمیخوام مقایسه کنم. مثلا خانم سلین دیون رو من خیلی دوست دارم به خاطر اینکه هم کار زندگی خانوادگیشو خیلی خوب داره کنترل میکنه و حفظ میکنه و در کار هنریش هم که در اوجه. به هر حال خانم سلین دیون خواننده فرانسوی بوده ولی الان یک جهانی با موسیقی اون آشنا هستن، با صداش آشنا هستن و دوستش دارن. من واقعا آرزوم اینه که یک روزی موسیقی ما هم جهانی بشه و من هم به عنوان یک خواننده زن بتونم نقشی در این قضیه داشته باشم و آلبوم From My Heart رو شروع این کار میدونستم که بتونم جایی در جامعه غیر ایرانی باز کنم. به هر حال من خب الان طرفدارای افغان دارم، تاجیکی دارم، خب فارسی زبانایی که در سر تا سر دنیا هستن کار من رو دوست دارم و گوش میکنم، ولی دلم میخواد که بتونیم یک روزی موسیقی خودم رو جهانی کنیم و منم به عنوان یه خواننده زن پرچمدار این قضیه باشم. لیلا جون، شما همیشه مرکز توجه هستین و همیشه توی اسپاتلایت بودین و همه جا به شما توجه شده. تا حالا شده که از این توجه خسته شده باشین؟ والا ما عادت کردیم، یعنی دیگه جزئی از زندگی ماه توجه مردم. من هر دفعه که چند تا کنسرت دارم تو تورهای مختلف میرم، اروپا، کانادا، ترکیه، کشورهای مختلف برمیگردم، پرم از این توجه ها و انرژی ها و همین انرژی طرفدارانمه که باعث میشه که سال بعدی رو سعی کنم که کارهای بهتر، شعرهای زیباتر، موسیقی زیباتر انتخاب کنم، ارائه بدم و خیلی انرژی میگیرم از این توجه. پس از این توجهات خسته نمیشی؟ نه، خیلی خیلی هم دوست دارم. Thank you.
به تو ای گل نشونم. اگر یه نفر خیلی دلش بخواد جای لیلا باشه، شما بهش چی میگی؟ والا من فکر میکنم در وهله اول کسی که میخواد خواننده بشه باید صدای خوبی داشته باشه، استعداد این کار رو داشته باشه، استعداد خدادادی رو. پشت کار خود آدم خیلی مهمه و هر حال کار خیلی سختیه. اون چیزی که در ظاهر مردم میبینن نیست، زحمات زیادی داره. شاید مثلا روزایی میشه که 17-18 ساعت باید کار کنی روی یه آهنگ یا ویدیوی جدیدی که داری میگیری. اینا خیلی مهمه. من مثلا اگه خودم یه دختر داشتم یا یه پسر که میخواست خواننده بشه، در وهله اول میگفتم اگر استعداد داری، صدا هم داری، باید بری حتما موسیقی رو یاد بگیری، آکادمیک بری، مدرسه یا بری دانشگاه درس بخونی. به هر حال این مسئله خیلی مهمه که آدم وقتی داره میخونه بدونه چی داره میخونه، بدونه شعر یعنی چی، چه جوری باید شعر رو ادا کنه، بیان کنه، چه جوری ریتم رو نگه داره. اینا خیلی مهمه که یه خواننده باید این چیزا رو بدونه. بعدم این که روی صحنه بودن به این سادگی نیست، تو باید بلد باشی احساس مردم رو حس کنی. من باور کنی خودم بارها مثلا شده یه آهنگی رو همینجا روی صحنه عوض میکنم، میگم نه این الان تو مود مردم نیست، این یه آهنگ دیگه رو مثلا آرزوی من این است رو بزنید. یا اینا خیلی مهمه که آدم بدونه این چیزا رو، به غیر از استعداد، پشت کار، تلاش، کوشش و عشق به این کار، اون عشق خیلی مسئله مهمی که شما تمام مسائل مشکلات رو بتونی تحمل کنی و با انرژی مثبت بری جلو تا یه خواننده محبوب بشی. Thank you.
خب شما سوالایی که من پرسیدم تا الان گفتین سخته و اینا، میخوام یه سوال بپرسم که فکر کنم از نظر خودم از همه سخت داره. تصور کنید که با دو نفر لبه پرتگاه هستین. آخ خطری شد. که قراره یک نفر از اون دو نفر رو نجات بدین، فقط میتونید یکیشون رو نجات بدین. یکیشون شما رو خیلی دوست داره، یکی دیگهشون کسی که شما اون رو خیلی دوست دارید. کدوم رو انتخاب میکنید که از مرگ نجات بدین؟ یکی منو دوست داره، یکی هم من اونو دوست دارم. خیلی سخته تصمیم. انتخاب سختیه. من فکر میکنم که در وهله اول سعی میکنم که هر دو رو بتونم نجات بدم. ولی نمیتونید، فقط یکی. میتونم، ولی من سعی خودم میکنم، میتونم سعی کنم که، ولی اگه دیدم کاری نمیشه کرد، بهترین راه اینه که خودم بپرم پایین دیگه، اون دو نفر رو نجات بدم. خیلی فداکارانه. بله، من همیشه فداکار بودم. بوسه برای قلبم، یک بوسه برای تو، یک گلبرگ با عطر شعرم همراه نامه های تو، یک بوسه برای قلبم، یک بوسه برای تو، یک گلبرگ با عطر شعرم همراه نامه های تو. گرچه از تو یه جوابم نگرفتم، این همه سال می نویسم یا نوشتم هرچه بود حال و احوال، گرچه از تو یه جوابم نگرفتم، این همه سال می نویسم یا نوشتم هرچه بود حال و احوال. نام بر باد، نام بر آب، نام های بی جواب، بنشون و اسم اون که اومد و رفت مثل یه خواب، یک بوسه برای قلبم، یک بوسه برای تو، یک گلبرگ با عطر شعرم همراه نامه های تو. برای قلبم، یک بوسه برای تو، یک گلبرگ با عطر شعرم همراه نامه های تو، یک بوسه برای قلبم، یک بوسه برای تو، یک گلبرگ با عطر شعرم. تصور کنید یک غول چراغ جادو جلوتون وایساده از این جینی ها. یه آرزو میتونید بکنید که اون براتون درآورده کنه، اون آرزو چی میتونه باشه؟ خب من میگم غول چراغ جادو منو ببر در تخت جمشید در ایران با یه ارکستر 40-50 نفره، ارکستر سمفونیک ایران، سازهای ترادیشنال ایرانی، یه کنسرت اجرا کنیم با آلبوم From My Heart. این آرزوی قلبی منه که یک روزی این اتفاق بیفته و
به این قوله بگم که زودتر هم این اتفاق بیاد. امیدوارم حتما این قول بیاد و شما به این آرزوتون برسید. امیدواری. با سحر خیزان و گل ریزان سو شادی دلها نمید آورده از بهاران در زمستان سیاه مژده صبح سپید آورده عاشقان نوروزتان پیروز باد عاشقان هر روزتان نوروز باد عاشقان خوشید و ماه وقتتان چون چرا به عشق جان افروز باد کامتان شیرین و رنگین خانتان عاشقان دست من و دامانتان بیشتر از همه میتونه شما رو غافلگیر کنه. دروغ. عرفان چه تأثیری توی کار شما داشته؟ عرفان به نظر من همون کلمه عشق و معنویات زندگیه و تأثیر زیادی هم در کار من داشته هم در زندگی خصوصیم که سعی میکنم که بیشتر دنبال حقیقت زندگی برم. مسائل ظاهری و مسائلی که در روزمره باش روبرو هستیم خب میاد و میره و فراموشم میشه، ولی اون معنویات زندگیه که در زندگی میمونه و آدم رو به سوی حقیقت میبره و باعث میشه که تو زندگی جاودانه تری داشته باشی. مسائل ظاهری، مالی، ثروت، مقام، اینا دیگه برای آدم مهم نیست تو زندگی. سعی میکنه که دنبال عشق و معرفت و محبت بره و بیشتر اون چیزای ناشناخته رو پیدا کنه که در وجود هر انسانی هست، که خیلی از حسا هست که با هنوز بهش دست پیدا نکردیم و نشناختیمش ولی وجود داره. و من اصولا همونطوری که در کار پاپ میوزیک که میخوندم همیشه و میخونم سعی کردم که مردم رو شاد کنم، بهشون عشق بدم، کارهای کلاسیک خوندم، آهنگای شاد خوندم. دوست داشتم که یه طیف دیگه ای از طرفدارای خودم رو با این کارهای عرفانی که شعرهای مولانا، رحیم معیری، حافظ، سعدی، فریدون مشیری و جالبه که تمام این اشعاری که ما انتخاب کردیم از این بزرگان شعر و ادب همه شعرهای عرفانی بوده و این خیلی انتخاب جالبی بوده که من دلم میخواسته که یه همچی کاری رو انجام بدم سالهای سال. و موسیقی که روی این کار گذاشته تمام کلاسیک، تمام سازهای لایو، هم از سازهای مدرن استفاده کردیم مثل گیتار، مثل درام، مثل ساکسیفون، هم که ویولون و همچنین سازهای ترادیشنال خودمون مثل کمانچه، تار، ستار، دف، و یک کامبینیشن بسیار زیبایی رو به وجود آوردیم در این کار. و
خیلی خوشحالم که این کار رو کردم و میگم این رو زندگی خصوصی خود من هم تأثیر گذاشته که اون چیزای ظاهری زندگی رو زیاد بهش توجه نکنم، بیشتر برم دنبال معنویات زندگی. همونطور که خودتون گفتین، شما چندین سال یه سبکی رو توی موسیقیتون حفظ کرده بودین و این اواخر دیدیم که دچار تغییری شد و یک مقدار سبک رو به سمت کلاسیک تغییر دادین. سوال بعدی منم همین بود دقیقا، میخوام بدونم که تا چه حد تغییر پذیر هستین و تغییر رو دوست دارید. من عاشق تغییرم. شما اگه توجه کرده باشین، من از اولین روزی که کارم رو شروع کردم همیشه دوست داشتم کارهای متفاوت انجام بدم. مثلا آلبوم پلنت آف هارمونی با لهجه های مختلف، با زبان های مختلف، لهجه های زیبای ایرانی، کردی، دیگه براتون بگم مازندرانی، آذربایجانی، اینا همه رو خوندم، شیرازی های خودمون که همشهری های خودمن و زبان های مختلف، ایتالیایی، یونانی، انگلیسی، با شعرهای بزرگ ایرانی که الان خارج از کشور هستن کار کردم، با جوانها کار کردم و در آخرم آلبوم From My Heart. همیشه دوست داشتم که تنوع در کارم خیلی باشه. هم سر و صدا کرد، خیلی هم خیلی دوست داشتن این سبک و خیلی هم بعضی متعجب شدن. بله. که چی شد که از اون سبک به این سبک رسیدی؟ یه سری حتی طرفدارای خودم که من در جوابشون گفتم کسی که فن یه نفره و طرف داره باید اون آدم رو همون جوری که هست قبول کنه و من دلم خواسته که این کار رو انجام بدم و یه چیزی بوده که واقعا از قلبم بوده. اونها این مسئله رو قبول کردم بعد از این صحبتی که من کردم و به هر حال الانم دوباره ادامه دادم به کارم، پاپ میوزیک میخونم ولی اون کار رو هم دنبال میکنم و دوباره تکرار خواهم کرد چون عاشق موسیقی کلاسیک ایرانی و این شعرهای بزرگ ایرانی هستم که چه خوب آدم دوباره نامشون رو زنده بله. کنه و بر سر زبونها بندازه. امشب اگر یاری کنی ای دیده توفان می کنم، آتش به دل می افکنم، دریا به دامان می کنم. امشب اگر یاری کنی ای دیده توفان می کنم، آتش به دل می افکنم، دریا به دامان می کنم. می جویمت می جویمت که پیدا نیستی، میخواهمت میخواهمت، هرچند پنهان میکنم. شایم ناگهان پرهیز طاقت سوز را، یک سر به زندان می کنم. امشب اگر یاری کنی ای دیده توفان می کنم، آتش به دل می دریا به دامان می کنم.
نشد که لیلا دیگه بازی نکرد. خب درست مثل همون آلبوم From My Heart که واقعا حیف بود اگه من این کار رو نمی‌کردم، از نظر خودم لااقل این کار رو کردم و انجام شد و خیلی خوشحالم. و کار بازیگریرم که خب من از بچگی باش بزرگ شدم، شما باورتون نمیشه، مادر من وقتی که حامله بودن سر من روی صحنه تئاتر بازی میکرد، یعنی من از تو شکم مادرم بازیگر بودم. و اینقدر علاقه من شدم به این کار شد به خاطر اینه، چون باهاش به دنیا آمدم و بزرگ شدم و میدونم که یک روز این اتفاقم خواهد افتاد در خارج از کشور. البته من تئاتر بازی کردم ولی کار سینما به اون شکل نکردم، ولی در ویدیوهایی که دارم سعی میکنم که یه مقداری خودم رو راضی کنم، چون جلوی دوربین سعی میکنم شعرها رو با اون اکت و بازیگری خودم ادا کنم و یه مقداری خودم رو با این کارها راضی میکنم تا انشالله بتونیم یه کار خوبی انجام بدیم در آینده. اگر لیلا نبودید، اگر این نقش رو نداشتید، چه نقش دیگه ای رو میتونستین توی زندگی بازی کنید؟ من فکر میکنم من وقتی که همطوری که گفتم در یک خانواده به دنیا آمدم و بزرگ شدم، پدرم مادرم هر دوشون هنرمند سینما بودن، من پشت صحنه تئاتر بزرگ شدم. فکر نمیکنم که کار دیگه ای رو جایگزین این کار هنری خودم میکردم و اگه صد بار دیگه هم به دنیا بیام باز هم همین راه رو خواهم همین راه ادامه میدم، چون دوستش دارم. با بگو ببینم سبدا، تو خوندن ملکی کی؟ بلدی بخونی؟ 7 سال کتاب اول خواهم. منظورم صداست. صدا داری اصلا؟ صدا؟ خیلی زیاد. شما چجور صدایی به کارتون میاد؟ صدا دیگه صدا، ما صدای هر جانبه شما میخوای برن نمیاد. گرسوس کی منظورم صدای خوندنه. مثلا برای ترانه های محلی هیچ وقت خونستی ترانه های دهات خودت رو بخون؟ خیلی زیاد. ایدیش که نمیتونه مثل ما عالی شد. دو صدام داشته باشی یا کافیه؟ آخه میدونی اینجا با این دستگاه کامپیوتری میتونن هر صدای رو قابل شنیدنش بکنن. هر صدای جانبه شما میخوای ما برای برمیارم بی دستگاه؟ همون اولی که وارد خونه شدی یا یه تره دو صدایی زد به سر. آخه همون اول کار زد به سر شد. نه منظورم اینه که به فکر این افتادم که یه ترانه دو صدایی با هم دیگه اجرا کنیم. ما هم میگنم دو صدایی بخونم اونم چهار پنجتایی. آره پس اگه حاضری بلند شو بیای دنبال من، ببینم با این لیتری که میذارم میتونی دنبال من بیای یا نه. شما با هر رنگی که بری ما آخر دنیا هم بری دنبالت میام. چقدر رسانه ها به شما کمک کردن یا چقدر مانع کار شما شدن؟ اصولا مانع که نشدن هیچ کدوم. رسانه ها خیلی کمک کردن برای پیشبرد کار ماها، اطلاع رسانی برای کنسرت ها، کارهای جدیدی که میخونیم. خب در زمانی که حرفه‌ای باشن و کارشون رو بدونن موفق میشن و به ما میتونن کمک کنن، ولی خیلی از تلویزیون هم هستن که غیر حرفه‌ای عمل کردن و ماندگار هم نیستن، زود از بین میرن. مثلا من یادمه که اون زمانی که من به آمریکا آمدم فقط 2 تا تلویزیون نیم ساعته بود در آمریکا، تلویزیون جام جم و یکی 2 تا تلویزیون دیگه بود که خیلی سخت میشد چون تعداد خواننده ها زیاد بود، اینا 3 دقیقه آهنگی خواننده رو مقصن بذارن وقت نداشتن. با مشکلات زیادی کار میکردیم. مثلا اگه کنسرت داشتیم یه جایی مثلا یه کشور دور، خب خیلی سخت بود اطلاع رسانی. ولی الان توی تلویزیون که پخش میشه همه دنیا میبینن، چون
ساتلایت اومده، نمیدونم تعداد شبکه ها بیشتر شده. ولی میگم شبکه هایی که حرفه‌ای کار میکنن، مثلا من امروز این مصاحبه که الان اینجا انجام دادیم دیدم که واقعا یک گروه حرفه‌ای دارن این کار رو انجام میدن. این به هر حال در پیشبرد کار ماها سهم به سزایی داره در کارهای جدیدمون، همین مصاحبه هایی که انجام میدیم. و من هر موقع با تلویزیون جم کار کردم، آگهی داشتم یا آهنگ جدیدی داشتم، اصلا طوری نبودی که بخوام چک کنم، چون تلویزیون های دیگر رو باید چک کنی، آگهی منو گذاشتن، آهنگ منو جاش درست گذاشتن. اینقدر محبت دارن به همه هنرمنده و اینقدر بیطرفن، واقعا اگه بخوان کاری رو باشون انجام بدی دیگه خیالت راحته. و این مسئله به نظر من نشان دهنده اینه که آدمای حرفه‌ای هستن، میخوان کار خوب انجام بدن و خب ماندگارم میشن دیگه، یه واقعیت. بهار امسال رو با جم چجوری گذروندیم؟ بسیار خوش گذشت. به ما همین سالی که نکوس از بهارش پیداست. ولی اصولا تلویزیون جم خیلی زحمت کشیدن، یک راه جدیدی رو شروع کردن که تا به حال نبوده خارج از کشور، که به این شکل ایرانیا بیان از همه جای دنیا دور هم جمع بشن. ماشاءالله من فکر می‌کنم 17 هزار نفر ایرانی الان اومده در آنتالیا هستن. این همه خواننده خوب با هم برن به روی صحنه خیلی کار سخت و مشکلیه. خب به هر حال مشکلات خودش هم داره و اولین باره، ولی ما همه باید سعی کنیم دست به دست هم بدیم، چه تلویزیون جم، چه هنرمندا، چه مردمی که میان، سعی کنن که تحملشون رو ببرن بالا تا این کار شکل بگیره، روز به روز بهتر بشه، برنامه‌های با شکوه‌تری انجام بشه. و من خیلی خوشحالم که این راه شروع شده، چون ببینین خواننده‌های آمریکایی، اروپایی، همه جای دنیا، به هر حال همه وقتی یه کنسرت بزرگ دارن یا یه کاری رو شروع میکنن یا یه سی دی جدید دارن، همیشه یه کمپانی بزرگ اسپانسرشونه، زیر یک مجموعن کاراشونو یه گروه انجام میدن. خود خواننده دیگه هم مقامی نداره که الان مثلا چجوری موزیشنای من با هواپیما میان، چجوری باید سالن کنسرت رو بگیرم، لایت و ساند رو چی کار کنم، هتل رو کجا بگیرم. ولی وقتی توی پکیج هستی و کاراتو تعداد زیادی اینجا هستن که دارن زحمت میکشن، هر کسی کار خودش رو انجام میده، خواننده با خیال راحت تری میاد به روی صحنه میره و مردم هم راضی تر هستن. این یه واقعیته. چقدر خوبه که یک مجموعه ایجاد شده که خواننده های ایرانی خارج از کشور رو بتونه براشون برنامه بذاره در سرتاسر دنیا، و ما خیلی خوشحالیم که این اتفاق افتاده. انشالله که هر روز بتونن کارهای بهتر، باشکوه‌تر و زیباتری به روی صحنه ببرن. میدونم رؤسای تلویزیون جم خیلی فکرهای قشنگی دارن، فکرهای بزرگی دارن، و امیدوارم که عملی بشه این مسائل. ما هم امیدواریم که شما رو در برنامه‌های آینده حتما داشته باشیم. حتما خوشحال میشم. خب حالتون خوبه الان؟ حالا من حالم خوبه. خانم شراغ داشتون میگفتن توی یکی از تئاتراشون. خیلی ازتون سوال پرسیدم. توی این صحبت ها سوالی بوده که دلتون میخواسته من بپرسم ولی نپرسیدم؟ والا همه سوالای اساسی رو شما پرسیدین دیگه، چیزی باقی نذاشتین. ولی من فقط میخواستم یه پیامی بدم به طرفدارای خودم، هموطنای نازنینم، مخصوصا جوانهای ایرانی. سعی کنین درون خودتون خانه تکانی کنید،
و عشق و محبت رو جایگزین کنید به جای حسادت و دشمنی و نفرت و این مسائل زندگی رو بذارین کنار. سعی کنیم که با هر مرام و مسلکی که داریم در کنار هم باشیم، به همدیگه کمک کنیم، پشتیبانی کنیم و با عشق زندگی کنیم. این مهمترین مسئله است در زندگی. خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و مهمان برنامه ما بودید. خیلی متشکرم از دعوت شما و این مصاحبه حرفه‌ای که شما و گروه انجام دادید. امیدوارم همچنان پایدار و موفق باشید. متشکرم همچنین برای شما. قربونشم.